ببخشید من این مقدار کسالت دارم، ممکنه چند تا سرفه بکنم، عذر میخوام از همین الان. گاهی اوقات با جوانایی روبرو میشم که میخوان کسب و کاری رو شروع کنن و خلاقن، تحصیل کردن و خیلی با انرژی از ایده هاشون میگن. منتها متاسفانه بعد از مدتی که وارد محیط کسب و کار میشن، در برخورد با مشکلات خیلی، حالا فارسیش میشه، مایوس میشن و گاهی اوقات متاسفانه دم از رفتن میزنن. یه مقدار که دقیق میشم میبینم که مشکلات اونها از یه جهاتی با مشکلات ما دهه پنجاهی ها شباهت داره. ممکنه دقیقا شبیه نباشه، ولی حالا میگم از چه جهاتی. برای همین فکر میکنم اگر پای داستان ماها در کسب و کارهایی که در 30 سال اخیر کشور شکل دادیم بشینن، خیلی براشون میتونه راهگشا باشه و خیلی براشون میتونه امید بخش باشه. به هر حال باید برای امید دادن به بچه های جوان فکری کرد. اونایی که همسن سال منن احتمالاً یادشون میاد که دهه 70 چیزی به اسم اینترنت تو کشور نبود. دهه 50 اینجا چقدر داریم؟ خوبه. پس می‌خواستم ببینم میتونم مخاطب قرارتون بدم یا نه. یه سرویس محلی بود به اسم بی بی اس که باید حضوراً می‌رفتیم و ثبت نام می‌کردیم و یکی دو روز بعد می‌تونستن وصل بشن. لابد میپرسید که این سرویس ها چی داشتن که شما حاضر بودید بابتش از خونه بیرون برید. جوانای امروزی حتی حال ندارن فرم ثبت نام آنلاین پر کنن. توهین نشه البته، به جهت اینکه خیلی با تکنولوژی کار میکنن دارم عرض میکنم. واقعیتش اینه که چیز زیادی نداشتن، چند تا سرویس محلی محدود که عمدتا تکست بودن و یه محیط شبیه تلتکست تلویزیون و ساعتها مردم اونجا با همدیگه در مورد علاقه مشترکشون چت میکردن. اون سالا مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ریاضیات و فیزیک نظری، حالا اسمش هم خیلی بزرگه، مخففش میشه ریاضیات و فیزیک نظری، یه سرویس ماهواره‌ای را انداخته بود با سرعت 9600 بیت بر ثانیه برای کل کشور. شما که با موبایلاتون بالاخره سرعت 10 بیت و 20 مگ تجربه کردید، احتمالاً دیدی راجع به سرعت 9600 بیت ندارید. یه ایده بهتون بدم. یه فایل 100 مگی رو با موبایلاتون الان حدوداً 1-2 دقیقه دانلود می‌کنید. با سرعت 9600 بیت بر ثانیه مثلا این فایل 100 مگی رو حدود 1 روز طول می‌کشید دانلود کنید. تازه اگه همش در اختیار شما بود. من اون سالا تو شرکت داده‌پزی ایران کار می‌کردم. روی پروژه‌ای به اسم آبربانک‌های تجارت. اوقات فراغتمو می‌رفتم کتابخونه و نشریات بایت و پی سی مگزین ورق می‌زدم. اینم بگم که نشریات اینطور نبود نشریات خارجی که همه جا موجود باشه مثل الان. در واقع با مسافر خریداری می‌شد، حالا یا با پست یا با مسافر ارسال می‌شد. یه روز که داشتم یکی از این نشریات ورق می‌زدم، چشمم افتاد به یه آگهی که نوشته بود فری اینترنت سرویس با یه شماره دایلاپ توی آمریکا. خب وسوسه شدم، شب وصل شدم با سرعت 14400 بیت بر ثانیه. تصور بکنید که کل کشور با سرعت 9600 بیت بر ثانیه وصل بود و اون نصف شبی من دو برابر اینترنت کل کشور رو در اختیار داشتم. میشه حد زد که چه سر و صدایی نصف شبی با کردم. بعد از مدتی از شرکت داده پزی اومدم بیرون و رفتم شرکتی به اسم سفینه. این شرکت کارش طراحی تولید نرم افزارهای مالی اداری بود. اونجا یه مقدار دستم بازتر بود. یه وبسایت محلی رو انداختم و هر آن چیزی که به دستم میرسید توی اون وبسایت ریختم. عکس و فیلم و صوت و خبر و قصه الازا. و اونو به مدیرای شرکت پرزنت کردم و متقاعدشون کردم که توی این زمینه سرمایه گذاری کنم. متقاعد شدن که بریم نمایشگاه شرکت کنیم. یه قرفه معقلی تو نمایشگاه گرفتیم و رو سردر قرفه خیلی بزرگ نوشتیم ثبت نام اولین سیستم
اطلاع رسانی چند رسانه‌ای کشور. چون سیستم‌های اطلاع رسانی که تا اون موقع بود، همون بی بی اس ها، کاملا تکس بودن، این اولین سیستم اطلاع رسانی بود که مالتی میدیا بود. خب میشد حد زد که مردم خیلی استقبال کردن. ظرف چند ساعت فرمای ثبت ناممون تموم شد، چند بار تکرار کردیم، در واقع کپی کردیم و یکی دو روز به همین منوال گذشت. چند قرفه اون طرفتر شرکت داده پردازی ایران داشت سرویس اینترنت میداد به شرکت‌ها و سازمان‌ها، در واقع به اشخاص حقوقی. با دوستایی که اونجا بود داشتم یه سرویس اینترنت دایلاب گرفتم برای شرکتمون. رفتم شرکت تست کردم، دیدم بله همون اینترنتی که نصف شب در واقع تجربه کردم. با کمی سعی و خطا اون رو بین 3-4 خط تلفن شیر کردم، دیدم شدنیه و فردا تابلوی غرفه ما عوض شد به ثبت نام رایگان اینترنت. به همین راحتی شدیم اینترنت پرووایدر. خب مردم خیلی سورپرایز شده بودن، استقبال خیلی وحشتناک، حتی از غرفه‌های بغل هم میومدن ثبت نام میکردن. ظرف 2-3 روز باقی مانده حدود 5000 فرم ثبت نام پر شد. اغلبشون جوانای حالا زیر 24-5 سال، از حدود 12-13 سال. چند روزی طول کشید تا تجهیزات مورد نیاز آماده شد و در واقع سیستم آماده بهره برداری شد. به همه نامه زدیم که دیگه میتونید بیایید ثبت نام کنید. میتونید بیایید در واقع وصل بشید. خب ظرف چند روز هزاران نفر متصل شدن به 5-6 خط تلفن. ساعت‌ها بندگان خدا پشت تلفن منتظر می‌موندن تا پاسی از شب که بتونن متصل بشن. و تازه وقتی که متصل می‌شدن خیلی هم چیزی برای دیدن نبود. بالاخره یه خط دایلاب بود با 5-6 خط شیر شده بود و باید با اون سرعت افتضاح یکی دو تا سایت رو میتونستن تجربه کنن. همزمان سایت خودمون رو هم توسعه داده بودیم که از این کشکول ما بتونن استفاده بکنن. یک سیستم کشینگ هم راه انداخته بودیم که سایت هایی که یک بار مرور میشه بتونه کش بشه که دفعات بعد از اون سرویس داده بشه. این سیستم هم حالا گاهی اوقات الگوریتمش اینقدر اشتباه بود که خبرهای دو روز پیش CNN رو جای خبر امروز تحویل مردم میدادیم. حالا تصور بکنید مثلا دو روز پیش جنگی تموم شده، الان خبر اومده که مثلا دوباره شروع شده. چند ماه به این شکل ما سرویس دادیم. زیرساخت شبکه‌مون رو ارتقا دادیم، یه دیش ماهواره‌ای نصب کردیم و دیگه میتونستیم سرویسمون رو به عنوان سرویس اینترنت قابل استفاده عرضه بکنیم. به همه نامه زدیم که بیایید دیگه ثبت نام کنید برای خرید اینترنت. مشکلات ما از اینجا شروع شد. دیش ماهواره‌ای برامون مشکل بود. یه تهدید جدی بود چون می اومدن و همه دیش‌ها رو جمع می‌کردن. نشستیم فکر کردیم و بازم فکر کردیم، به این نتیجه رسیدیم که به جای اینکه یه دیش 90 سانتی رو ببریم تو پستوی پشت بوم یه جای قایم کنیم، یه دیش سمتری رو وسط حیاط روی دکل 5 متری نصب کنیم. گفتیم علالله، یا حدس می‌زنن که این یه مجوزی چیزی داره که اینو علم کرده، یا اینکه میان میگیرن، چیزی رو از دست ندیم. و واقعا اینطور شد، کلکمون گرفت. هیچ کس برای گرفتن دیش مراجعه نکرد، در حالی که همه همسایه‌ها ما دیشاشون جمع شد. فرم ثبت نام درست کردیم با BC بند تعهد که شخص متقاضی، والدینش باید امضا میکردن، اثر انگشت میزدن و قبض تلفن خونهشون رو باید میوردن که تشخیص میدادیم خونهشون کجاست و 100,000 تومن چک تضمین سال 75-76 که اینا اینترنت مصرف میکنن، بعدش ما قبض صادر میکنیم و پرداخت میکنن. مشکل دوم ما این بود که بندهای تعهد برای همه مشکل داشت، مشکل ایجاد کردم. باید تک تک مشتری‌ها رو توجیه می‌کردیم که این بند به این دلیله، این بند مستند قانونیش اینه و الی آخر. وای به حال وقتی که یه وکیل میومد می‌خواست ثبت نام کنه، ساعت‌ها باید با شونه می‌زدیم و تازه بعضی از بندا رو کلاً بی‌خیال می‌شدیم، یا اون بی‌خیال می‌شد اینترنت نمی‌گرفت یا ما.
مشکل بعد پدر مادرها بودن، حاضر نمی‌شدن چک بدن. بعضی وقتا هم که چک می‌دادن مشکلاتی براشون ایجاد می‌شد. مثلا یکی از بچه‌ها اومده بود ثبت نام کرده بود، چک باباشو داده بود، خب پولم نداشت بده، دو سه ماه قبض اینترنتش عقب افتاد و ما علیه پدر شکایت کردیم. رفتیم کلانتری، مأمور میپرسید که چی به اینا فروختید؟ گفتیم اینترنت. گفت بدید من زمینه پرونده کنم ببینم چیه. حالا شما تصور بکنید یه همچین آدمی رو باید توجیه کنید که اینترنت چیه و ما بابت چی از این آقا چک گرفتیم. خب اون بچه هم فرصت پیدا کرده بود، میگفت آقا اینا چیزی به ما نفروختن، یه مش کلاهبردار اومدن یه چک از ما گرفتن و اینا. و مشکل بعد ما خود پدر مادرها بودن، می اومدن میگفتن که این زهرماری 24 ساعته بچه ها باش نشستن و از زندگی افتادن، در اتاق میبندن معلوم چه غلطی میکنن و شما باعثش شدید. و واقعا هم تهدید بودن، یعنی نزدیک بود برن شکایت بکنن مشکل ایجاد بشه. خب ما شده بودیم سنگ صبور خانواده، یه مدت با پدر مادرها حرف میزنیم که آقا بالاخره این جدیده، اینا حالا توجیه میشن، جوونن فلان. یه مقدارم با بچه‌ها صحبت می‌کردیم که آقا مراقبت کنید دیگه، شورشو در نیارید، بالاخره سرویس نخوابه. بالاخره بعد از گرفتاری‌های زیاد سرویس ما به نتیجه رسید. آبان 78 من از شرکت سفینه اومدم بیرون برای اینکه برای خودم یه شرکتی ثبت بکنم. خب اول مشکلات بود، نه پولی داشتیم که زیرساخت تهیه کنیم و نه اگه پولی می‌داشتیم زیرساخت می‌شد به این راحتی تهیه بشه. برای مثلا 20 خط تلفن شما باید ماها توی شرکت مخابرات میدویدید، برای یه خط اینترنت 256K مثلا چند ماه باید دوندگی میکردید. پولی هم نداشتیم که حتی دفتر اجاره بکنیم. اینجا یه مقدار قناعت کردیم، با یکی از دوستامون صحبت کردیم، یه اتاق از دفترشون رو به عنوان دفتر کارمون اجاره کردیم. برای زیر ساختم چند تا شرکت داشتن آماده میشدن برای ارائه سرویس، با یکی از اونا صحبت کردیم و مقرر شد که در واقع زیر ساخت اونا استفاده بکنیم و با نام خودمون سرویس بدیم. مشکلات بیشتر شد، چون هم بالاخره سرویس اینترنت داشت فراگیر میشد و هم قوانینی برای این کار تو کشور نبود. حالا من میگم مشکل، با مشکلات خودتون اصلا قیاس نکنید، واقعا مشکلات حاد داشتیم. مثلا تصور بکنید یه روز صبح بلند شدید در شرکتتون رو پلمب کردن، کل شرکت‌های اینترنتی یه روز صبح تا ساعت 12 ظهر پلمب شدن. پرسجو کردیم که کی این کار کرده، بالاخره فهمیدیم دادسرای مبارزه با منکرات. رفتیم دادسرای مبارزه با منکرات، پشت در اتاق بازپرس منتظر موندیم. یه عده جوون هم آورده بودن، گویا دیشب توی پارتی چیزی گرفته بودن، اینا هم رو زمین کنار هم زنجیر شده، سرشون تو هم داشتن صحبت میکرد. یه دفعه یکشون چهرهش افتاد، چشمش افتاد به چهره من، برگشت گفت واجا شما دیگه چرا؟ و یعنی فکر میکرد ما هم به جرم پارتی و اینا گرفته بودن. بعدش دیگه محرم شده بودیم، ما بهش میگودیم شما رو چرا گرفتن، ما رو چرا گرفتن، اون تو رفتید چی بگید، اونا به ما راهنمایی میکرد اون تو رفتید چی بگید الاخر. بالاخره اون روز نوبت ما نشد، فردا اومدیم و رفتیم پیش بازپرس. چشمتون روز بعد نبینه، یک پرونده پر از عکس‌های مستهجن و مطالب مستهجن‌تر. در واقع ما رو به جرم اشاعه فساد و فحشا گرفته بودن، پلمب کرده. خب 13 روز تمام پلمب بودیم، مشتری‌ها زنگ می‌زدن، سرویس قطع بود و واقعا دیگه کسب و کار و حال و حوصله‌ای نمونده بود. در طول این 13 روز من هر روز می‌رفتم پشت در اتاق قاضی بازپرس و براش توضیح میدادم بیت چیه، بایت چیه، شبکه چیه، اینترنت چیه، وبسایت چیه، این عکس‌ها از کجا میاد. والا به خدا ما این عکس‌ها رو نگرفتیم، ما توی توضیحش نقش نداشتیم و الی آخر. تا بعد از 13 روز بالاخره متقاعد شدن که سرویس ما باز میشه. البته حق داشتن، چون واقعا قوانینی نبود و علی ظاهر ما واقعا اشاعه فساد و فحشا میکرد. اینا رو براتون گفتم که بگم واقعا مشکلات الان در قیاس با مشکلاتی که ما داشتیم واقعا هیچه. و اگرچه ظاهرش با هم متفاوته اما از خیلی جهات به هم شبیهه. مثلا
شاید لازم نباشه همه مشکلات رو با روش‌های خیلی آکادمیک و خیلی هوشمندانه حل کرد. بعضی از مشکلات رو میشه با ریسک بالا با یه روش پیش با افتاده حل کرد. مثل همون دیشی که خدمتتون عرض کردم. بعضی از مشکلات رو در واقع با پایین آوردن سطح توقعاتمون و قناعت میشه حل کرد. برای بعضی از مشکلات هم واقعا راهکاری نیست، مثل مشکل دادستانی. باید باش کنار اومد. بنابراین این که دوستان ما جوونا به محض برخورد با مشکلات دم از رفتن میزنن واقعا درست نیست و با مشکلات فعلی میشه راحت‌تر کنار اومد. تصور بکنید الان فرقش با قبل اینه که خب اینترنت خیلی گسترش پیدا کرده، حتی حکومت و حاکمیت دنبال گسترشش هست و به چشم یک فرصت نگاه میکنه. مردم با این فرهنگ خیلی آشنا شدن و در واقع شما مشکلی با چالشی با مردم ندارید، حالا پدر مادر و غیره. و اینکه خود سرویس هم استیبل شده، زیر ساختش خیلی آماده است و تقریبا دیگه دست همه هست. بنابراین فرصت خیلی خوبیه برای اینکه بهتر کنید، به شرطی که سه تا گزینه رو همیشه مد نظر داشته باشید. یکی اینکه مایوس نشید. واقعا یأس آفت هر گونه پیشرفتیه. از در اگه بیرونتون کردن، از پنجره برید تو. دومی که به هر تهدیدی به چشم، به هر محدودیتی به چشم تهدید نگاه نکنید، چه بسا اون محدودیت واقعا باعث رشد و پیشرفتتون بشه. اگه به این چشم نگاه بکنید خیلی فرق میکنه دنیاتون. سوم این که فکر رفتن نکنید. بالاخره هر جای دنیا مشکلات خودشو داره. اگر برید مشکلات جای دیگر رو ترجیح بدید به مشکلات کشورتون، صورت مسئله رو پاک کردید. هر جا برید آسمون همین رنگ. متشکرم.